سلام، وقت بخیر. خوبین، خوشین، سلامتین بچه خوب من. ما میخواییم تو این قسمت نوسان و موج رو بگیم. نوسان و موج تقریبا میشه قسمتی از فصل سه تجربی و فصل سه ریاضی. نوسان و موج که موج مکانیکی، صوت، اینا رو همش رو چیکار میکنه؟ شامل میشه. بچه این فصل سنگینه، مطلب زیاد داره، چون همونجی که خودتون میدونین یا حتما معلمت هم بهت گفته، نوسان و موج بچه قبلا چهار تا فصل بود. ما نوسان داشتیم، موج مکانیکی یک، موج مکانیکی دو که صوت بود، و امواج الکترومغناطیسی. این چهار تا فصل با نور و بازتاب که از فصل سال اول دبیرستان بچه ها بود، نظام قدیم، و شکست، شش تا فصل شما شده برای بچه تجربه یک فصل، برای بچه ریاضی دو فصل. درسته روابطش رو کم کرده، ولی بچه مفهوم همون مفاهیم هست دیگه. من نوع برای اینکه اونو بفهمم چه اتفاق افتاده، باید همه چی رو بدونم. حالا مثلا معادله سرعت، معادله شتاب، نمودار سرعت زمان و شتاب زمان، اینا درسته هست شده، ولی مفهوم سر جای خودشه. آقا ما میخواییم اول راجع به نوسان صحبت کنیم. نوسان برای ذره‌ای که روی یک پاره خط حرکت رفت و برگشتی انجام میده، بهش میگن نوسان ساده. بچه تاب هم حرکت نوسانی میکنه، ولی بچه این مسیر منحنیه. این برای من حرکت نوسانی هست، ولی حرکت نوسانی ساده نیست. حرکت نوسانی ساده موقعی اتفاق میفته که ذره روی پاره خط حرکت رفت و برگشت انجام بده حول مرکز. بچه این مرکز برای من میشه بچه مبدا نوسان. بذار اینجا واسط این رو بکشم. بچه اینجا برای من دامنه های نوسانه، وسط پاره خط میشه مبدا نوسان، اینجا میشه مبدا، اینجا میشه دامنه. خب بچه ها، این وسط حرکت نسبت به این نقطه سنجیده میشه. فاصله ذره در هر لحظه از مرکز نوسان و فاصله ذره در هر لحظه از مرکز نوسان و بهش میگم بعد نوسان. این اصطلاحی که باید بلد باشی، بعد نوسان. بیشترین فاصله از مرکز رو که میشه دو انتهای پاره خط بهش میگن دامنه. پس بیشترین فاصله که ذره از مبدا میتونه داشته باشه کجاست؟ دو سر پاره خطه. پس دو سر پاره خط برای من میشه دامنه نوسان. اوکی شد؟ اینا مفاهیم اولیشه. خب بچه ما دیگه اینجا چی لازم داریم؟ ما میگیم یک نوسان کامل کی اتفاق میفته؟ یک نوسان کامل موقعی اتفاق میفته که دو بار طول پاره خط طی بشه. بچه طول پاره خط من چیه؟ اله. خب که با چی برابره؟ دو برابر دامنه است. وقتی من میگه ذره ای روی پاره خطی به طول 10 سانتی متر نوسان میکنه، این و میشه مثبت 5، این و میشه منفی 5. از مثبت 5 تا منفی 5 میشه 10 سانتی متر. هر وقت طول پاره خط رو بهت دادن نصف کن بشه دامنه، دامنه رو بهت دادن دو برابر کنش کن بشه طول پاره خط. یک نوسان کامل کی اتفاق میفته؟ یک نوسان کامل موقعی اتفاق میفته که ذره من دو بار طول پاره خط رو طی کنه. دو بار طول پاره خط. بچه ها تو کتاب شما هم شرط رو چی گذاشته؟ شرط اینه که ذره ما همواره از اینجا شروع به حرکت کرده. بچه های نظام قدیم از اینجا میرفتن. قدیم ها که همه جا بود، ما همه جا بودیم. از آدوم رادیکال دوم همه جا حرکت میکرد. یک چند سال قبل شما از اینجا حرکت میکرد، حالا بچه برای شما شده اینجا. پس یاد باشه ذره شما همواره در لحظه صفر تو مثبت آیه. از کجا؟ از سمت راست شروع میکنه، میاد به مبدا میرسه، برمیگرده. یک نوسان کامل موقعی انجام میشه که بچه در هر نوسان کامل، در هر نوسان کامل چی میشه بچه؟ دو بار طول پاره خط طی میشه.
پس تو هر نوسان کامل دو بار طول پاره خط طی میشه. پس بچه ها مسافتی که یارو ذره نوسانگر طی میکنه دو اله. چقدر میشه؟ میشه 4a. پس مسافت طی شده در هر نوسان کامل چون دو بار طول پاره خط رو طی کرده، دو بار طول، یه بار رفته و یه بار برگشته، مسافت طی شده برابر با چی میشه؟ دو آ موقع رفتن، دو آ موقع برگشت، میشه چقدر؟ 4a. مدت زمان یک رفت و برگشت و بچه بهش میگن دوره. بچه تناسب اینجوری ببندم، شما یک نوسان داری، یه دونم چی داری؟ زمان داری. یک نوسان کامل چند ثانیه طول میکشه؟ 30 ثانیه طول میکشه. حرکت های بچه نوسانی حرکت های دوره هستن، حرکت هایی که عیناً تکرار میشن حرکت های تناوبی هستن. هر حرکت تناوبی یه مدت زمان داره که حرکت عیناً تکرار میشه. قبلا ما بهش میگفتیم دوره تناوب، حالا شما فقط بهش میگی دوره. دوره مدت زمانی که یک حرکت عیناً تکرار میشه. تو اینجا میگیم دوره مدت زمانی که یک رفت و برگشت کامل انجام میشه. ذره من از مثبت آ شروع میکنه، میاد اینجا، میشه یه دوره. از مبدا حرکت کنه، الان تو مبدا باشه، میره اینور، میاد اینجا، میره اینجا، میاد اینجا. درست شد. ما یه دونه دیگه بسامد داریم. پس بچه دوره تعریفش چی شد؟ مدت زمان یک نوسان، مدت زمانی که طول میشه یک نوسان کامل انجام بشه میشه مدت زمان یک نوسان. بسامد چیه؟ بسامد تعداد نوسانات در یک ثانیه است. عکس همان، اف و تی عکس همان. بسامد تعداد نوسانات در یک ثانیه است، دوره مدت زمان یک نوسانه. اگه اینو طرف این وسط این کنی، اف تی برابر با یکه. پس اف من بچه برابر با چی میشه؟ یک تیوب. بسامد میشه یک بر ثانیه که اصطلاحاً بهش میگیم هرتز. بسامد تعداد نوسانی که ذره در یک ثانیه انجام میده بهش میگن هرتز. واحدش یک بر ثانیه است، میشه هرتز. پس بسامد تعداده، زمان مدت زمان، دوره مدت زمانه، دوره یکاش ثانیه است، بسامد یکاش هرتزه. مدت زمان یک دور، تعداد نوسانات در یک ثانیه. خب دیگه بچه ما اینجا چه رابطه‌ای داریم؟ یه دونه اومگا داریم. اومگا بچه میشه دلتا تتا به روی دلتا تی، تغییر فاز حرکت در واحد زمان. اگر بچه ذره شما یک نوسان کامل انجام بده چقدر تغییر فاز میده؟ دو پی. خب دو پی چند ثانیه طول میکشه؟ 30 ثانیه. پس اومگا رو میتونی از رابطه دو پی تیوم هم مشخص بکنی. حالا به جای یک تیوم اف هم بنویسی، میشه دو پی اف. اینا محاسبات اومگا. پس اومگا میشه تغییر فاز در واحد زمان. اگر یک نوسان کامل انجام بده تغییر فازش برابر با دو پی میشه، دو پی تقسیم بر تی میشه دو پی تیوم، یا همون دو پی اف میشه برای من اومگا. چیزی که بچه باید اینجا حواست باشه، نگاه کنی اینا رو دیگه شما باید بلد باشی، ذره شما از دامنه تا اینجا بره چقدر تغییر فاز میده؟ پی دوم. چند ثانیه طول میکشه؟ تی چهارم، میشه یک چهارم نوسان. از اینجا تا اینجا بره بازم چقدر تغییر فاز میده؟ پی دوم. چقدر طول میکشه؟ تی چهارم. تی چهارم، تی چهارم، دو تی چهارم، میشه تی دوم. از اینجا تا اینجا میشه پی. پس دامنه تا مبدا پی دومه، مبدا تا دامنه پی دومه، دامنه تا دامنه میشه پی، زمانش تی دوم. برگشتش، موقع برگشتش بازم پی دوم تغییر فاز میده در تی چهارم، بازم پی دوم تغییر فاز میده در تی چهارم. اوکی شد، این میشه حلش. حالا بچه پس 4 تا پی دوم داری، 4 تا پی دوم میشه دو پی، مدت زمانش هم میشه تی. حل این میشه بچه حالتهای شما. پس ذره من وقتی یک نوسان کامل انجام میده دو پی تغییر فاز میده، مدت زمانش هم میشه این. اگر شما نمودارشو بخوای رس کنی، نمودار و معادلشو یه دفعه با هم بگم، نمودارش بچه به این صورته. اینجا ایکسو برس به تی میخوای بکشی، در لحظه صفر کجا قرار گرفته؟ مثبت آ. در تی چارم به مبدا میرسه،
بعد به کجا میرسه؟ به منفی آ میرسه. از اینجا برمیگرده به مبدأ میرسه، بازم میره به آ میرسه. این میشه واسط یک نوسان کامل. اینجا چقدر طول کشیده؟ تی چهارم. اینجا چقدر طول میکشه؟ دو تی چهارم. که یه دفعه بنویسم تی دوم. اینجا واسط میشه سه تی چهارم. اینجا هم واسط میشه تی. این میشه یک نوسان کامل نمودارش. معادلش چی میشه؟ میشه آ کوسینوس اومگا تی. این میشه واسط معادلش. که اومگا هم که بچه ها گفتیم همون تغییر بسامد زاویه‌ایه که دلتا تا به روی دلتا تیه. نمودارشو داری، روابطش هم که اینجا داری. اوکی شد بچه ها؟ حالا به یه دوستان نکته هم بهتون بگیم بچه. این ذره اینجا نوسان میکنه، میره به انتهای پاراخط میرسه و برمیگرده. تو فصل اول بهت گفتم اینجا بچه مگه دو انتهای مسیر تغییر جهت نمیده، میره و برمیگرده. اینجا چی هن؟ تغییر جهت هن. توی تغییر جهت یه لحظه سرعت چی میشه؟ صفر میشه. اینجا بهت گفتم میندازم بالا وای میسته و برمیگرده. اوکی شد؟ تغییر جهت داری. ما قبل تغییر جهت گفتیم حرکت کند شونده است، بعد تغییر جهت حرکت تند شونده است. اینم بچه اینجا بازش کنم واسه. پس ذره من اینجوری، اینجا مثبت آ، اینجا منفی آ. خب ذره من بچه وقتی به سمت مبدأ حرکت میکنه از بعد تغییر جهت، توی دامنه ها سرعت چقدره؟ سرعت صفر. پس بچه انرژی جنبشیت هم چقدر میشه؟ یه لحظه، انرژی جنبشیت هم صفر میشه. توی مبدأ x صفره. توی دامنا بچه مگه x ماکسیموم نبود برابر a بود؟ اوکی شد؟ ذره وقتی به سمت مبدأ حرکت میکنه حرکت میشه تون شونده، از مبدأ دور میشه میشه حرکت کن شونده، به مبدأ نزدیک میشه تون شونده، از مبدأ دور میشه کند شونده. یادت نره. پس ذره من به مبدأ نزدیک میشه تون شونده است، از مبدأ دور میشه کند شونده است. در دو انتهای مسیر سرعت صفر میشه و ذره من بر میگرده. کند شونده تون شونده، کند شونده تون شونده. خب بچه وقتی به سمت مبدأ میاد حرکت تون شونده است، بعد مبدأ میشه کند شونده. تا مبدأ سرعت زیاد میشه، بعد مبدأ کم میشه، نتیجه توی مبدأ سرعت بیشینه است. بچه های نظام قدیم اینا رو حساب میکردن، ولی شما که حساب نمیکنی. سرعت ماکسیمم مقدارش بچه چقدره؟ آ اومگا. مکان ماکس مقدارش آ، سرعت ماکس آ اومگاست. خب انرژی جنبش بچه اینجا چی میشه؟ میشه بیشینه. مگه انرژی جنبشی یک دوم ام وی دو نیست؟ میشه یک دوم ام آ دو اومگا دو. قبول داری؟ یک دوم ام آ دو اومگا دو. انرژی جنبشی یک دوم ام وی دوه. وقتی سرعت صفر انرژی جنبشی هم صفره. وقتی سرعت بیشینه از انرژی جنبشی هم بیشینه است. بیشینه سرعت بچه ما دیگه اثبات نمی کنیم کاشنه، چون کتابت هم نگفته. رابطهش سینوسیه. حالا ولش کن. سرعت ماکست میشه آ اومگا. پس انرژی جنبشی ماکست میشه یک دوم ام وی دو، میشه آ دو اومگا دو. این چقدر راحت تو ذهنت میمونه. اینم میشه انرژی جنبشی من. بچه برای شتاب شما چی داری؟ شتاب بازم با اثباتش کاری نداریم. شتاب برابر با منفی اومگا دو ایکسه. اف با چی برابره؟ به ام ضرب میکنم میشه منفی ام اومگا دو ایکس. این میشه شتاب، این میشه نیرو. بچه حواست باشه شتاب با منفی x متناسبه. با منفی x متناسبه یعنی چی؟ صفر صفر، ماکس ماکس، زیاد میشه زیاد میشه، کم میشه کم میشه. فقط علامتش عکسه، فقط علامتش عکس. افت با چی؟ افت هم با منفی x متناسبه. بچه اینو یاد، این رابطه تو رو یاد چی میندازه؟ تو دینامیک گفتم منفی kx. آره، از اینجا نتیجه ای که میگیرم ا، این دوتا رو با هم برابر بگیرم، چیزی که اینجا دارم کای من برابر با ام اومگا دوه. ام اومگا دو یعنی شما میتونی اینجا انرژی جنبش ماکس رو یک دوم ام اومگا دو کا آدو هم بنویسی. یادت باشه ام اومگا دو میشه کا آدو. خب بچه اینا رابطه رو یه کامل کنم برم اونجا. پس
مکان با شتاب رابطه مستقیم داره. وقتی مکان صفره، شتاب صفره، نیرو صفره، انرژی پتانسیل صفره. وقتی ایکس ماکسه، شتابت هم ماکسه. وقتی ایکس ماکس میشه آ ایکس آ بشه، اینم میشه چقدر؟ آ اومگا دو. اف ماکس با چی برابر میشه؟ ام آ اومگا دو. یو ماکس با چی برابر میشه؟ یو ماکس با کای ماکس برابره، یک دوم ام آ دو اومگا دو، یک دوم ام آ دو اومگا دو. بچه اینا تمام روابطی هستن که شما اینجا باهاش کار داری. نوسان یک کمی رابطه زیاد داره، خیلی بیشتر داشته. سرعت شتاب محاسبه میکردی، معادله سرعت میگفتی آ اومگا سینوس اومگا تی به اضافه مثبت تتا فاز اولی میذاشتی، معادله شتاب کوسینوسی بود. اینا رو بچه برای شما حذف کردن، ولی اینا دیگه مونده، دیگه نتونستن حذفش کنن. آقا نکته چیه اینجا؟ نکته اینه که در مبدأ مکان، شتاب، نیرو، انرژی پتانسیل صفر، سرعت و جنبشی بیشین. ما 6 تا کمیت داریم، مکان، شتاب، نیرو، پتانسیل، این همه با هم کم میشن، با هم زیاد میشن، با هم صفر میشن، با هم ماکسیموم میشن. سرعت و انرژی جنبشی هم با همه. پس مکان، شتاب، نیرو، انرژی، پتانسیل در مبدأ صفر، سرعت و جنبشی بیشینه. اینجا برعکس، توی دامنه ها سرعت صفر، جنبشی صفر، مکان، شتاب، نیرو، انرژی، پتانسیل بیشین است. وقتی از مبدأ دور میشم به دامنه نزدیک میشم، سرعت کم میشه، انرژی جنبشی کم میشه، مکان، شتاب، نیرو، پتانسیل زیاد میشه. به مبدأ نزدیک میشم برعکس میشه. مکان ماکس من آ، سرعت ماکس من آ اومگا، یه اومگا ضرب کن، شتاب ماکس من آ اومگا دوه. پس مکان میشه آ، یه اومگا ضرب میشه میشه وی، یه اومگا ضرب میشه شتاب آ، آ اومگا، آ اومگا دو. حالا اف هم کم میشه بچه، ام آ دیگه، هر وقت شتاب رو داشته یه ام ضرب کن بشه اف، اف کاری نداره. اوکی شد؟ هم بچه علامتش رو دقت کن، علامتش اگه ازت جا خالی اینا بخواد بپرسه، ما سمت راستمون بچه اینجا واسط بکشم، ما وقتی سمت راست قرار داریم، ایکس من چیه؟ مثبت. پس شتاب و نیرو منفیه. وقتی سمت چپ قرار دارم، ایکس من منفیه، شتاب و نیرو مثبتند. شما از روی علامت ایکس میتونی علامت شتاب مشخص کنی. مکان مثبت، شتاب منفیه، شتاب منفیه، مکان مثبته. ولی سرعت رو نها بچه ها. وقتی که جسم به سمت چپ میره، اینجا سرعت منفیه، اینجا سرعت منفیه، اینجا سرعت مثبته، اینجا سرعت مثبته. جسم به سمت چپ بره، یعنی خلاف جهت محور. تو حرکت شناسی فصل اول گفتیم اگر متحرک خلاف جهت محور بره سرعت منفیه، در جهت محور بره سرعت مثبته. علامت سرعت جهت حرکت رو مشخص میکنه. حالا از روی علامت بچه ها نگاه کنی، سرعت منفی، شتاب منفی، میشه تند شونده. ببین چقدر راحت اینجا میتونی بگی، وقتی بسن از روی علامت میخوای بگی سرعت منفی، شتاب منفی، میشه تند شونده. این ور میاد شتاب منفی، سرعت منفی، شتاب مثبت، میشه کند شونده. به سمت مبدأ میره، سمت چپ، مکان منفی، شتاب مثبت، سرعت مثبت، تند شونده. به سمت راست میره، سرعت مثبت، مکان منفی، شتاب مثبت، سرعت مثبت، شتاب باشه، مکان مثبت، شتاب منفی، سرعت مثبت، میشه کند شونده. با علامت زیاد کاری نداره، ولی اینجا واسط بازم کشیدم. اینا مطالبی هستن که شما برای نوسان در حد امتحان نهایی باید بلد باشی. ولی بچه اینا تو کنکور جواب نمیده، برای کنکور جواب نمیده متاسفانه. کنکور نوسانش خیلی از اینجا متفاوت داره. ما اونجا پی دوم، پی سوم، پی چهارم، پی ششم، فازهای مختلف، تغییر فازا رو حساب میکنیم. ولی راحته. چرا بچه ها؟ چجوری بگم، دست طراح سوال بسته است. مثل فصل یک و فصل دو نیست که هر عدد دلش خواست بگه، هر نیروی در هر جهتی خواست وارد کنه. معادله کوسینوسیه. شما یه صفر داری، یه پی سوم داری، پی ششم داری، پی چهارم و پی دوم، پی سوم، پی چهارم، پی ششم، آ دوم، رادیکال دو دوم، رادیکال سوم. حالا توی جزوه تستیمون اونجا حل کردیم، ولی بچه واسه امتحان نهایت همینقدر کافیه.
معادلاتش هم واسهت نوشته. یا که معادله نوسان رو نوشته، معادله نوسان رو گفتم با چی برابره؟ آه کوسینوس امگا تی. پس بچه این واسهت میشه آه 25 پی واسهت میشه امگا. خب تمام شد. چقدر امتحان نهایت راحته؟ 2 پی تیو برابره با چقدره؟ 25 پیه. قبول داری یا نه؟ دوره تو ازت خواسته، این پی با این پی میره. تی بچه برابره با چی میشه؟ تی برابره با 2 25. ضرب در 2ش کن 4 50، ضرب در 2ش کن 800. پس دوره شما بچه چقدره؟ 8 3. حالا کاری ندارم چجوری بود، همین 2 25 هم بنویسی کافیه. 25 پی 2 پی تیومه، سادش میکنم میشه این. آقا تندی بیشینه نوسانگر، خب تندی بیشینه نوسانگر برابر با آ امگاست. چند متر بر ثانیه است؟ تبدیل واحد هم که نمیخواد، این در دستگاه اس آی این میشه چقدر؟ 2 پی. امگات هم چقدره؟ 25 پی. پی با پی پر میشه 50 متر بر ثانیه. آقا اونایی که بهت گفتم یعنی همه چی تو نوسان رو واسهتون واسهت خلاصه کردم، واسه امتحان نهاییت بس. ولی واسه کنکورت گفتم که ندیه، واسه کنکور باید یکمی بیشتر کار کنی که توی فیلم اونجا واسهت توضیح دادیم. بخواهم اینه که آقا امتحان نهایی چقدر راحته. امتحان نهایی به خدا هیچی نداره. خب تندی انتشار موج، حالا بچه این موج، تندی انتشار موج اینجا اومده همش راجب موج صحبت کرده، این قسمت بمونه همش راجب موجه، درست شد؟ اینو بذار موج رو توضیح بدم بعدن. حالا اینا رو میتونم واسهت بنویسم، ولی بذار موج رو توضیح بدم بعدن. نوسان رو حل کنیم بعد بیایم راجع به این صحبت کنیم. خب اینم امواج الکترومغناطیسیه، حرکت هماهنگ ساده. نوسان رو کامل واسهت حل کنم، مثالاش تمام بشه، بعد میریم موجم توضیح بدم. موج دامنه این نوسان بچه چقدره؟ نیم متره. دورش هم که یک دامه. معادله از من خواسته، x مساوی با a کوسینوس امگا t x. در si میخوام بنویسم x که برابر با نیم کوسینوس امگا، امگا رو جدا پیدا میکنی، برابر با 2 پی تیوم، یک دهم میذارم میشه 20 پی. اینجا بچه ها میذاری 20 پی تی. آقا ببین آخه چی ازت خواسته؟ هیچ. به خدا سوال کن، امتحان نهایی 400 ها، خرداد ماه 400، تجربی بری هستی، با هم ادغامش کرد. و بچه اینجا اونجایی فکرم یکاش یادم رفت بگم، اگر یکاش رو ازت بخواد میشه رادیان بر ثانیه. حالا بچه توی این شما رو اینجا رها نمی کنیم، حالا برای شب امتحان برنامه های مختلف هم داریم، برات لایو میذاریم، سوالات شبیه کنکور اونجا بازم با هم کار میکنیم و الاخر. بچه این رب برای موج نوسان اصلا چیز خاصی سوال نده بود، گفتن که چون 6 تا فصل اونجا گفته، من همه مطالبی که شما برای نوسان لازم داشتی اونجا واسهت نوشتم. حالا بچه میره راجب موج صحبت کرده، بریم راجب موج هم واسهت توضیح بدم، بعد بریم بچه قسمت بعدی ببینیم اونجا چه اتفاقی واسه ما میفته. خب بچه برای موج نوسان وقتی یک ذره در یک نقطه نوسان میکنه، مثل من که اینجا صحبت میکنم، تارای صوتی من ارتعاش میکنه، ذرات هوا رو وادار به ارتعاش میکنه. وقتی ذرات هوا رو وادار به ارتعاش میکنه بچه، این ذره اینجا نوسان میکنه، بغلی نوسان میکنه، بغلی نوسان میکنه و الاخر. اینو بهش میگم موج. انت کلا ما میگم بچه تو جزوه نوشتم، انتقال انرژی بهش میگم موج، بدون انتقال ماده. شما یه توپو میزنی تو بیلیارد بازی میکنی، یه توپو میزنی میره به شارهای دیگه میخوره اونا ما. خب اینجا ذره جرم انرژی میگیره میره به ذرات دیگه میخوره، ولی بچه توی موج اینطور نیست. درسته ممکنه ذرات تو انتقال انرژی نقش داشته باشن، ولی خودشون همراه موج نمیرن. مثلا من همیشه تو کلاس چه مثال میزنم؟ موج مکزیکی. آقا تو استادیوم اکثر شما رفتی، نرفتی هم دیدی، نرفتی هم تو استادیوم تو دیدی، الان کنسرت هم
میری موج مکزیکی میزنن. چجوری میشه؟ یه جوری وایستاده، یه نفر پا میشه، حالا برای اینکه دامنه زیاد بشه دستش میبره بالا میاره پایین، این پا میشه، موقع نشستن بغل پا میشه، موقع نشستن بغل پا میشه. شما از دور نگاه میکنی یه همچی شکلی رو میبینی که در محیط داره بچه اینجوری دور استادیوم داره دور میزنه. این آشفتگی رو بهش میگم موج. آقا ذرات محیط، این افراد پا نشدن دور استادیوم بدوئن، فقط جای خودش پا میشه و میشینه، بعد دستیش پا میشه میشینه، ذرات جای خودشون ارتعاش میکنن، باعث میشن که این تغییر شکل در محیط منتشر بشه. بچه توی قسمت موج، بچه حواسون باشه، بذار این رو واسه توضیح بدم. کلن شما یک منبع داری، یه سر تناب بچه با چیکار کردی؟ بالا پایین کردی. یه آشفتگی در تناب ایجاد میشه که این آشفتگی در طول تناب حرکت میکنه. حالا بچه یه دونه تپ ایجاد کنیم، حالا بالا پایینش نکنیم، این تناب صاف منه، من یه بار فقط میبرم بالا میارم جای خودش، یه برآمدگی به وجود میاد و در طول تناب حرکت میکنه. این برآمدگی میاد به نقطه آ میرسه، نقطه آ رو میبره بالا، ازش رد میشه، نقطه آ بچه به جای خودش بر میگرده، بعد به چی میرسه؟ به نقطه ب میرسه. خب بعد میاد نقطه ب رو میبره بالا، این میاد نقطه ب میره بالا، ازش رد میشه، حالا نقطه ب رفت بالا، وقتی ازش رد میشه ب میاد پایین. بچه این همون حالتی که موج مکزیکی هست که گفتم، من فقط یه بار دستمو بالا پایین بردم، یه آشفتگی به وجود اومد، در طول تناب حرکت کرد، این رفت بالا، ازش رد شد، اومد پایین ازش. خب این انتشار تغییر شکل یا همین آشفتگی در محیط بهش میگم موج، که باعث انتقال انرژی میشه. حالا نقطه بیت رفت بالا، ازش رد میشه، آ جای خودشه، بیم جای خودشه، فقط این موج است که دارد میره جلو. خب بچه نگاه کنیم، ما توی موج چی داریم؟ حواست باشه، یه انتشار داریم، یه ارتعاش داریم. آقا ارتعاش مال ذرات محیط، انتشار حواست باشه مال موج. موج با سرعت ثابت حرکت میکنه، دلتا ایکس برابر با بی. آقا موج تنها رابطه که داره اینه. شما موج به عنوان یه ماشین بگیر، صوت به عنوان یه وسیله بگیر، اصلا یه قطار بگیر، چون اینجوریه دیگه، یه قطار بگیر داره با تندی ثابت داره حرکت میکنه. آقا من وقتی کلمه انتشار میشنوم خیلی واسه من راحته، چون یه معادله بیشتر ندارم x مساوی با vt، چون موج من با تندی ثابت داره حرکت میکنه. ولی اگر یه کمی ارتعاش رو اضافه کرد، حالا میخوام یه کمی، نه میگم وقتی ارتعاش اضافه یه کمی سخت‌تر میشه. چرا؟ چون باید تغییر فاز و نوسان رو در نظر بگیری. ارتعاش مال ذرات محیط، انتشار واسه موج قاطی نکنی. ذرات محیط بازم میگم همراه موج منتقل نمیشن، ذرات محیط فقط جای خودشون بالا پایین میشن. این موجه که داره منتشر میشه، این موجی که داره با سرعت ثابت در محیط داره حرکت میکنه، یه معادله هم بیشتر نداره. بچه این وی حواست باشه بهش میگن چی؟ سرعت انتشار. آقا سرعت انتشار یادت باشه وابسته به محیطه، فقط به محیط بستگی داره، به منبع بستگی نداره. من صحبت کنم، تو صحبت کنی، بشکم بزنم، صدایی که تو این اتاق پخش میشه با سرعت 300 متر بر ثانیه داره حرکت میکنه، به منبع موج ربطی نداره. سرعت انتشار بچه یادت باشه و مستقل از منبع، مستقل از منبع، یا همون چی بچه ها؟ چشمه است. مثلا توی سوالات بهم میگه دو تا موج در یک محیط، یعنی سرعتشون با هم برابره. موج از یک محیط وارد محیط دیگه میشه، چون محیط عوض میشه سرعت عوض میشه. یادت باشه ها، این خیلی مهمه، من خیلی با این کار دارم، یا اصلا کلن خیلی باهاش کار داری. سرعت انتشار یا همون تندی موج اندازه سرعت میشه تندی دیگه، تندی به محیط بستگی داره. تا
تا وقتی که محیط عوض نشده تندی عوض نمیشه، ولی وقتی از یک محیط به محیط دیگه میره بله تندی عوض میشه، تندی عوض بشه طول موج عوض میشه. ولی بچه ها حواست باشه این سرعت انتشار به من به چشم بستگی نداره. صدای من، صدای تو، صدای دیوار، صدای ماشین، همشون با یک سرعت دارن حرکت میکنن. ولی بچه ها سرعت ارتعاش چرا؟ سرعت ارتعاش وابسته به منبعه. من مود تنب و دستم گرفتم، میتونم آروم به ارتعاشم، میتونم سریع به ارتعاش در بیارم. این دست منه، ارتعاش دست منه. بچه این من تارهای صوت صدام یکم بمه دیگه، نه این تارهای صوتی من انقدر حرف زدم زخیم شده، کلوف شده، آروم ارتعاش میکنن. صدای من بمتره، بم یعنی کم، بسامد صدای من کمه. ولی بچه کسی که صداش نازکتره، صداش زیره، بسامدش زیاده، زیر زیاد، بم کم. من صدام بمه خب، ولی بچه صدا که از دهن من خارج شد یا از کنترل من خارجه، با خودش داره باز میره. با چه سرعتی؟ 340 متر بر ثانیه. حالا شما هم صحبت کنی با همین سرعت میره، ولی بسامد صدای شما بیشتره. بسامد ارتعاش، تارهای صوتی شما، صدات اگه زیر باشه، برای دختر خانم وقتی بیشتر میگم صداشون زیرتره، سریعتر ارتعاش میکنه. مال ما اینجوری ارتعاش میکنه، برای دختر خانم صداشون زیرتره، سریعتر ارتعاش میکنه. ارتعاش به منبع بستگی داره. ویژگی های منبع بچه ها چیه؟ ویژگی های منبع بسامد، دوره و دامن است. خب امگا میتونی بگی، حواست باشه. این چهارتا از ویژگی های منبع. من میتونم آروم ارتعاش کنم، سریع ارتعاش کنم، دامنه رو زیاد کنم، دامنه رو کم کنم. من بلند صحبت میکنم، دامنه ارتعاش تارهای صوتی من زیاد میشه، شما صدای منو بلندتر میشنوی. آروم صحبت میکنم، تارهای صوتی آرومتر ارتعاش میکنه با دامنه کمتر. اینا بچه میشه سرعت انتشار. پس سرعت انتشار میشه چی؟ ویتی، مسافتی که در واحد زمان طی میکنه. بچه یه رابطه بیشتر شما نداری، اون رابطه که شما اینجا داری وی برابر با رادیکال اف به روی موه. مو چیه؟ چگالی طولیه که با چی برابره؟ ام الو. پس وی شما برابر میشه با اف ال اموم. اینم میشه سرعت انتشار در تناب. تنها رابطه‌ای که شما داری سرعت انتشار در تنابه. به چی بستگی داره؟ جرم تناب رابطه عکس داره، با طول تناب رابطه مستقیم، با نیروی کش تناب هم رابطه مستقیم داره. شما یک کش رو دستت بگیر، آروم بکشی، ضربه بزنی، آروم ارتعاش میکنه. محکم بکشی بزنی، رینگ، سریع ارتعاش میکنه. سرعت انتشارش هم چیه؟ بیشتره. اوکی شد؟ حالا بچه ها یه توضیح کلی هم راجبش بگیم. خود موجهای ما چند دستن؟ چند نوع موج داریم؟ مکانیکی، الکترومغناطیسی. بچه اینا همش تو جزوه نوشته شده ها. جزوه ما جزوه خیلی خیلی کامل، یعنی شما اگه جزوه رو کامل ببینی، چون حجم جزوه زیاده بچه، برای همین براتون نزن حجم جزوه زیاده. تو الان این فیلم مثلا ممکن تا دو سه روزیه مثلا آخر اردیبهشت دستت برسه، یا مثلا 25-26 اردیبهشت دستت برسه، وقت نداری دیگه. شما از اول خورداد امتحانات شروع میشه واسه فیزیک. ما این گفتیم که یه جدیه مطلب خلاصه جمع شده بهت گفته باشیم که فقط در حد امتحان نهایی که اونجا نمره خوب بگیری، واسه کنکورت کار زیاد داری. اوکی شد؟ خب بچه موج مکانیکی، موج مکانیکی بچه برای انتشار احتیاج به محیط مادی داره، باید محیط مادی باشه. یعنی بچه چی داشته باشه؟ ذره داشته باشی. امواج الکترومغناطیسی احتیاج به محیط مادی نداره، تو خلا هم چی میشه؟ منتشر میشه. یعنی به ذره نیاز نداره.
از میدان الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده، الکترومغناطیسی. پس امواج ما دو دسته هستن، امواج مکانیکی، امواج الکترومغناطیسی. امواج مکانیکی برای انتشار احتیاج به محیط مادی دارن، ذرات محیط ارتعاش میکنن و موج و انرژی رو به همدیگه میدن، منتشر میشه. ولی برای امواج مثل این چراغی که الان نورش تو چشم من افتاده، مثل چیه بچه ها؟ میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هست. میدان الکتریکی تغییر میکنه میدان مغناطیسی، مغناطیسی تغییر میکنه الکتریکی و در فضا همدیگر رو تولید میکنن و پخش میشن. احتیاج به محیط مادی هم نداره. همین موجهای مکانیکی و الکترومغناطیسی بچه دو نوعن. موج عرضی داری، تو موج عرضی راستای ارتعاش به انتشار چیه؟ عموده. در موجهای عرضی راستای ارتعاش به انتشار عموده. مثل چی؟ همون موج مکزیکی، موجی که تو تناب ایجاد میشه، طرف بالا میشه میشینه، موج اینجوری میره، سطح دستت تناب بالا پایین میکنی، ذرات تناب بالا پایین میشه، موج اینجوری میره. یا اصلا موج سطح آب، روی سطح آب سنگ میندازی، ذرات آب بالا پایین میشن ولی روی سطح آب اینجوری داره حرکت میکنه، این میشه موج عرضی. موج طولی چی؟ موج طولی صدای من. من وقتی اینجا صحبت میکنم، ذرات اینجوری ارتعاش میکنن، همینجوری هم میرن جلو. شما یه چند تا فنر نرم داشته باشی، یه چند حلقه از فنر رو جمع کنی، رها کنی، باز میشه، بسته میشه، باز میشه. بعضی اون کرما رو دیرو تنه درخت ها، این کرمای پشمالوی خوشتنی داریم، روی درخت اینجوری جمع میشه، باز میشه، جمع میشه، باز میشه. اون موج طولیه. ارتعاش و انتشار موازی همن. موج طولی، تو موج طولی ارتعاش و انتشار موازی همه، این صوت. اوکی شد؟ حالا بچه ها نگاه کن اینجا رو. تندی امواج در ریسمان به چی بستگی؟ تحت کشش به، حالا ببین چیا خواسته، به جرم ریسمان ریسمان بستگی داره. چرا؟ وی گفتیم رادیکال اف ال امو، طول نمیبینم، نیروی کشش نمیبینم، پس به جرم ریسمان بستگی داره. اوکی شد؟ تندی انتشار موج در ریسمان بچه به نیروی کشش تناب، طول تناب و جرم شی بستگی داره. اوکی شد؟ توان متوسط در یک موج سینوسی برای همه انواع موج با مربع دامنه و مربع بچه چی؟ مربع بسامد رابطه مستقیم داره. این از کجا آوردم؟ اون بالا اگه یاد باشه گفتیم انرژی پتانسیل ماکس یا انرژی جنبشی ماکس مگه یک دوم ام آ دو اومگا دو نیست؟ خب به جای اومگا هم چی میذاری؟ دو پی اف میذاری. اگه اینا رو تو هم دیگه بذاری، انرژی جنبشی ماکست که همون انرژی پتانسیل ماکست باشه، همون ای باشه، دو ام پی دو اف دو آ دو، دو ام پی دو اف دو آ دو. اوکی شد؟ اینو بذار اینجوری، دو ام پی دو اف دو آ دو. خب برای همه امواج با مربع دامنه و مربع بسامد رابطه چی داره؟ رابطه مستقیم داره. پس اینم برای این برای شد الف، اینم برای ب شد. اثر متقابل میدانه الکتریکی و مغناطیسی چی به وجود میاره؟ الان بهت گفتم موج الکترو مغناطیسی ایجاد میکنه، الفت، بیت و پیت. امواج احتیاج به محیط مادی داره، امواج مکانیکی برای انتشار احتیاج به محیط مادی داره. بچه نگاه کن، خیلی خلاصه، مختصر و مفید همه چی رو اونجا واسط گفتم. اگر گیر کردی که نیازی نیست، یه بار کتابو باید چیکار کنی؟ تمنا کتاب بخونی. یا نه، میخوای خیلی بیشتر از امتحان نهایی بلد باشی و کنکور که جز تو اون طرحی که داریم باید اونجا شرکت کنی. خب این هم که گفتیم رفت. خب آروم آروم، قاطی نکن. خب در حرکت هماهنگ ساده جرم و فنر، انرژی در نقاط بازگشتی
به پیشینه مقدار خودش میرسه. خب بچه ها کدام انرژی ها کدامش؟ اون بالا گفتی در نقاط بازگشتی کجا بود؟ در نقاط بازگشتی دو انتهای مسیر بود، میره و برمیگرده. یه بار دیگه میریم در دو انتهای مسیر نقطه برگشته، نقطه تغییر جهت. سرعت چقدره؟ صفر. سرعت صفر، جنبشی صفر، پس پتانسیل پیشینه است. اون بالا گفتیم دیگه اینا رو. پس چه انرژی پیشینه است؟ پتانسیل. بچه نگاه کن، به خدا همه یه چیزی که بسا امتحان نهایی کاف واسه بسته نوشته، یعنی چیز اضافه واسه امتحان نهایی نمیخواد بلد باشی. خب کدام امواج در طیف امواج الکترومغناطیسی بیشترین طول موج داره؟ حالا تنها چیزی که بچه اینجا یادم رفت بگم، طیف های امواج الکترومغناطیسی دیگه همتون بلدین: رادیویی، ریزموج، فروسرخ، مرئی، فرابنفش، ایکس و گاما. امواج الکترومغناطیسی رابطه خاصی نداره، همشو حذف کردن. فقط طیف های امواج الکترومغناطیسی از بیشترین طول موج: رادیویی، ریزموج، فروسرخ، مرئی، فرابنفش، ایکس و گاما. هرچی این طرف تر میری طول موج کمتر، بسامد بیشتر، انرژی بیشتر. بیشترین طول موج داره رادیویه. این بچه این چیزای مفهومی هم که یه بار گفتم کتاب حتما روخونی کن دیگه، که همه چی تو ذهنت باشه. برای امواج مکانیکی در یک محیط جامع تندی انتشار عرضی بیشتر است یا تندی امواج طولی؟ خب بچه نگاه کنید، کتاب دو تا مطلب گفته، یکی مقایسه امواجه، یکی تو مثلا توی سطح آب، موج آب گفته، گفته در نقاطی که عمق بیشتره تندی بیشتره، جایی که عمق کم میشه تندی چی میشه؟ کم میشه. خب اینا بچه گفتم کتابو حتما یه بار روخونی کن، چون همه چیز اگه بخوای همه کتاب بگی باید همون کتابو اینجا بگیم، کلی طول میکشه. ما همیشه میگیم توی کنکور و امتحانای همه چی احتمال سوالش هست. بچه ما اونا که احتمالش زیاده داریم بهت میگیم، یعنی بالای 80% سواله. خب بچه اون 20% بقیه، 10% بقیه رو باید خودت بخونی، مثل آزمایش و نمیدونم اثبات رابطه. اوکی شد؟ خب دو تا مطلب داری، یکی مثلا موج آبه که جای کم عمق و پر عمقه، گفته در جاهایی که عمق زیاده تندی زیاده، جایی که عمق کم میشه تندی کم میشه. یکم بچه سرعت انتشاره، نگاه کنید امواج عرضی ذرات بالا پایین میشن، موج اینجوری حرکت میکنه، ذره بالا پایین میشه، موج اینجوری حرکت میکنه، این سرعت انتشاره. در امواج طولی ذره اینجوری حرکت میکنه، موج هم همینجوری میده. یاد باشه در موج طولی بچه ارتعاش ذرات به انتشار کمک میکنه، پس موج طولی تندیش بیشتره. روی سطح هم سعی میندازی چقدر آروم حرکت میکنه، 2-3 متر در ثانیه حرکت میکنه اگه زیاد بره. ولی امواج طولی اینطور نیست، امواج طولی تندشون خیلی بیشتر از امواج عرضیه، چون انرژی موج بیشتر برای ارتعاش ذرات در اینجا میره، اینم داره حرکت میکنه. ولی توی موج طولی بچه اینجوری حرکت میکنه، پس موج طولی تندیش بیشتره. بچه یه نکته اینجا یادم رفت، راجب طول دیدم، ما یه دونه طول موج داریم، طول موج بچه دلتا ایکس برابر با چیه؟ وی تیه. طول موج تعریفش چیه؟ طول موج مسافتیه که موج در یک دوره طی میکنه. منو نگاه کن، من دستمو بالا پایین میکنم، این میره بالا میاد پایین میاد اینجا، این یک نوسان کامله، یه دوره طول کشید. توی این مدت نگاه کن موج من یه مقدار میره جلو، این میشه یک طول موج، مسافتی که موج در یک دوره طی میکنه. پس اگر به جای تی تی بذارم، مسافتی که موج در یک دوره طی میکنه میشه یه لاندا. تی هم که یک افومه، میشه وی افوم. نکته ای که بچه باید یادم بمونه، لاندا با وی رابطه مستقیم، لاندا با تی رابطه مستقیم، لاندا با اف رابطه عکس داره. از اون روابط است که تا آخر فصل 6 تا اتمیان باش کار داری. لاندا با اف رابطه عکس داره، با تی رابطه مستقیم داره. خب بچه چیز دیگه که حالا این میخوام کمتر بگم، درسته شاید تو امتحان نهایی به دردت نخوره، ولی بازم بچه خیلی مهم من اینا، لاندا به وی بستگی داره. وی به چی بستگی داره؟ به محیط. طول موج و بسامد به چی بستگی داره؟
به منبع یا چشمه. پس حواست باشه بچه ها، لاندای من، طول موج من، این تو قسمت بعدی تو شکست اینا باش کار داری. طول موج من هم به محیط بستگی داره هم به منبع. مثلا نور از هوا وارد آب میشه، از هوا وارد آب بشه چون محیطش عوض میشه سرعتش عوض میشه، امواج الکترومغناطیسی وارد محیط غلیظ بشن سرعتشون کم میشه، سرعت کم بشه طول موجم کم میشه. همین یه تله، اکثر بچه میگن طول موج کم بسامد زیاد. آقا اینجا بسامد تغییری نمیکنه، اینا تو جزوه گفتیم و کلی هم اونجا بحث کردیم. وقتی موج از یک محیط به محیط دیگه میره مشخصات محیط عوض میشه، مشخصات منبع عوض نمیشه. من اینجا تو این اتاق دارم صحبت میکنم، تو الان توی تهران، توی اتخونه دیگه، توی یک شهرستان دیگه داری صدای منو با همین بسامد میشنوی. بسامد به منبع بستگی داره، به محیط بستگی نداره. نور وقتی از هوا وارد آب میشه اگر بسامد عوض میشد رنگ نور عوض میشد. پس یادت باشه وقتی که موجی از یک محیط به محیط دیگه میره مشخصات محیطش عوض میشود ولی مشخصات منبعش عوض نمیشود. پس وقتی که محیط عوض میشه تندی عوض میشه، طول موج عوض میشه، این دوتا عوض نمیشن. حالا بچه ها بسامد رو عوض کنید، طول موج عوض میشه، محیط عوض نمیشه، پس ویم عوض نمیشه. اینا رو با هم قاطی نکن، خیلی خیلی مهمه. روی موج اگه خواستم بچه لاندا رو مشخص کنم، توی موج از اینجا تا اینجا واسه شما یه لانداست، از اینجا تا اینجا واسه شما یه لانداست. کلا بچه این دو نقطه رو که نوسانشون عین هم هستن و بهشون میگن نقاط همفاز. نقاط همفاز نقاطی هستن که وضعیت ارتعاشیشون و مکانشون عین هم باشه. اگر مثلا این تو مثبت آ دومه، اینم تو آ دوم باشه، ولی این نره بالا این بیاد پایین، با هم برم بالا با هم بیام، اینا همفازن. فاز مخالف یعنی این، یکی تو قله است یکی تو دره است، یکی تو برآمدگی یکی تو فرو رفتگیه. بچه ما میگفتیم برآمدگی و فرو رفتگی، کتاب شما اصطلاح جدیدی به کار برده، ستیر پا ستیر، ستیر و پا ستیر. حالا داخل پرانتز هم نوشته برآمدگی و فرو رفتگی. اگر کلمه ستیر و پا ستیر امسال تو امتحان نهایی ازش استفاده کرد، حواست باشه منظور برآمدگی، ستیر، پا ستیر، فرو رفتگی. مثلا بچه‌ها میگفتیم کوه کوه پایه، دیگه این دره رو نمیگفتیم کوه پایه. حالا اینا ستیر مثلا پا ستیر میشه این، ولی نوشته پا ستیر. ستیر رو به عنوان قله تعریف کرده، پا ستیر رو به عنوان فرو رفتگی. نمیدونم این کلمه از کجا آمد، استخراج شده، حالش خیلی خوب بوده، مهم نیست برای ما حالا اینو. پس ستیر من اصطلاحاً میگیم پاستیق، این شده پاستیق، برآمدگی فرو رفتگی، قله دره، ستیق پاستیق. خب بچه‌ها پس از ستیق تا ستیق یه لانداز، از پاستیق تا پاستیق یه لانداز. خب بچه‌ها از ستیق چقدر سخت همون قله دره مونو بگیم، نه فقط اینو گفتم که به گوشت بخوره، چقدر میشه؟ میشه لاندا دوم. از اینجا تا اینجا چقدر میشه؟ لاندا چهارم. اوکی شد؟ لاندا چهارم. حالا بچه برای اینکه تو ذهنت بمونه نگاه کن، رو گفتیم لاندا با تی متناسبه. هر تقریبا یه فاز داریم، اینو بیشتر برای کنکورت به دردت میخوره، ولی بازم میخوای اینا رو تشخیص بدی. اگه از اینجا تا اینجا مگه یک نوسان کامل نیست؟ یک نوسان کامل میشه دو پی. چقدر زمان طول میکشه تی؟ مسافتش چقدر لاندا؟ ما بدون اینکه تو کنکور رابطه بنویسیم اینا رو بلدیم، ولی تو امتحان نهایی بچه رابطه باید بنویسی، ایکس مساوی با وی تی رو حساب کنی. ولی ما کلا میگیم هر پی ما چقدر تی دومینم چقدر لاندا دومه. پس هر پی دوم من چقدر تی چهارمه. اینم این چه لانداشو نوشتیم؟ لاندا چهارم. خب بچه نگاه کنی، پس از دامنه تا مبدأ اگه پی دوم نبود
اینجا چقدر بود پی دوم تو نوسان بهت گفتم اینجا چقدر میشه لاندا چهارم چقدر طول میکشه تی چهارم هر کدوم از اینا یه لاندا چهارم دو لاندا چهارم سه لاندا چهارم چهار لاندا چهارم که میشه یه لاندا یکی دو تا سه تا چهار تا لاندا چهارم لاندا چهارم حفظ کن واسهت کافیه بسه حالا توی کنکور پی ششم و پی سوم و پی چهارم و تی دوازدهم اینا داریم که فعلا باش کاری نداریم اینا هم که واسهت گفتم دامنه‌اش هم که حساب کردیم اینا که بچه برای حالت تشدیده حالت تشدید بچه یه تعریف ساده است تشدید رو مثلا چی مثال بزنم تاب مثال میزنم شما رفتی برادر کوچیکت و خواهر کوچیکت و سوار تاب کردی تاب رو میکشی رها میکنی حالا اینو برش کن میفته شروع میکنه رفتن و اومدن خب شما دو بار هول میدی بعد زمان تو ذهنت هست با گوشید یا با یکی داری حرف میزنی کی بهش نیرو وارد میکنی هر رفت وقت که میره میاد مثلا تو حساب کردی هر دو ثانیه یه بار میره و میاد هر دو ثانیه یه بار بهش نیرو وارد میکنی هر نوسان بچه یه دوره داره که خودت میدونی نگاه کن دوره یه بچه نگاه کن کلا اینو بذارم بالا هم گفته بودم بذار اینو واسط بازم بگم من آبی بنویسیم ما گفتیم بچه کا با چی برابره کا برابره ام اومگا دوه درسته اون بالا گفته اومگای من بچه برابره با چی میشه رادیکال کا امون تی من با چی برابره اومگا مگه دو پی تیوم نیست اگه اینو تی رو بخوام پیدا کنم تی برابره با دو پی رادیکال ام بروی کا بچه این برای چیه این برای جرم و فنره خب این کا ثابت فنره بچه ما یه اومگا دیگه داریم برای چی؟ برای آونگمون برای آونگمون اومگا بچه اومگاها با هم فهم میکنه با چی برابره؟ جی الو اگه به جی اومگا بازم دو پی تیوم بنویسم تی برابر میشه با دو پی رادیکال ال جیوم بچه این برای چیه؟ برای آونگه آقا ما دو تا دوره نوسان داریم جرم و فنر دو پی رادیکال ام کام دو پی رادیکال ال جیوم این به جرم و ثابت فنر بستگی داره این به طول آونگ و شتاب گرانشی بستگی داره مثلا شما از زمین به کره ماه بری جی تغییر کنه دوره تغییر میکنه از ماه به زمین از زمین به ماه میری جی کم میشه دوره زیاد میشه دوره زیاد بشه کنتر نوسان میکنه یعنی مثلا اگه سوال ازت بخواد بپرسه شما یه ساعت آونگ پاندولی از زمین به ماه ببری چون جی کم میشه دوره زیاد میشه ساعت عقب میمونه حالا هر چه الم بیشتر باشه دوره بیشتره پس تی با رادیکال ال و جی با رادیکال ال رابطه مستقیم با رادیکال جی رابطه عکس داره تی با رادیکال ام رابطه مستقیم با رادیکال کا رابطه عکس داره آقا تاب آونگ به ام بستگی نداره تو سوار تاب بشی برادر کوچکتو سوار تاب کنی تاب خالی ول کنی با یه دوره میره و میاد اوکی شد؟ خب بچه نگاه کنیم این مطالب الان ما تقریبا یه ساعت خورده داریم حرف میزنیم جزوه اینا که میگی نداریم این مطالب و بچه آقای فقره چجوری اینا یادت میمونه یه ساعت هاییم همه اینجور داری حرف میزنیم بدون این که جزوه بچه نگاه کنید همش به خاطر اینه که ما درس رو فهمیدیم به خدا تو هم اگه بفهمی همه این مطالب همینجور تو ذهنت میمونه ما فقط رابطه حفظ نمی کنیم من نیومدم که شما بندم دو پی رادیکال ام کام دو پی رادیکال ام کام من اومدم از ریشه از اون بالایی که گفتم کارو چجوری حساب کردم ام اومگا دو وگرنه اگه حفظ کرده بودم بچه من خودم روزای اول وقتی که درس میگفتم این دوتا اشتباه میکردم رادیکال کائمون بود یا ام کام بود کائمون مال اومگا بود یا تی بود ولی بچه وقتی به ترتیب اینو میتونم به ترتیب پشت سر هم بچینم دیگه هیچ وقت اشتباه نمی کنم هیچ وقت مطالب یادم نمیره هر سوالی هم جلوم بذارن جواب میدم خب حالا بچه اینا رو بهش چی میگن؟ اینا رو بهش میگن دوره طبیعی نوسانگر
شما دو تا نوسانگر بیشتر تو کتاب نداری، جرم و فنر و آونگ. به ساختمانش بستگی داره. آقا به دامنه بستگی نداره. خیلی از بچه اجتماع کنن توی امتحان نهایی اومده ها، مثلا میگه آقا من اگه دامنه رو زیاد کنن دوره زیاد میشه. دانش آموزم میگه آره آقای فقری، من اگه اینو یه سانت بکشم تو یک ثانیه بره بیاد، دو ثانیه میکشم مگه مسافت بیشتری نمیره؟ پس دورش باید بیشتر بشه. نه، حواست باشه، رابطه رو نگاه کن. تو رابطه آ میبینی به دامنه رفت نداره. حالا بگم چرا رفت نداره. بچه شما نگاه کن اینجا رو، وقتی کم میکشی آروم میاد، زیاد میکشی با تندی بیشتر میاد، ولی زمان همونه. چرا؟ آقا تندی مگه آ اومگا نبود؟ شما هرچی آ رو زیاد میکنی، وی هم به همون نسبت زیاد میشه، پس زمان تغییری نمیکنه. یادت باشه دوره نوسان آونگ و جرم و فنر. مثلا یکی میگه من 1 سانت میکشم، یکی میگه 10 سانت میکشم. آقا مگه میشه جفتش مثلا دورش 1 ثانیه باشه؟ بله، چون شما اینجا 1 سانت میکشی آروم نوسان میکنه، ولی 10 سانت میکشی سریع نوسان میکنه، زمان تغییری نمیکنه. خب حالا تشدید میخواستم بگم. بچه حالت تشدید چی گفتم؟ شما این تابو سوار شدی، سوار شدی یا سوار کردی، ول کردی، خودش داره میره میاد. یه نوسان طبیعی داره اینا. یه دونه بچه نوسان واداشته داری. نوسان واداشته چیه؟ اینه که بچه شما تابو عوض این که ول کنی خودش بره بیاد، تو با دستت عقب جلو کنی. خب الان چه اتفاق میفته؟ من یه نوسان واداشته دارم که وادار به نوسان میکنم، یه نوسان طبیعی دارم. اگر واداشته من با طبیعی من برابر باشه، دامنه نوسان زیاد میشه، بهش میگن تشدید. یارو سوار تاب شده، تو داری هول میدی، این هر 1 ثانیه یه بار میره و میاد، تو هم هر 1 ثانیه یه بار بهش نیرو وارد میکنی، پس دامنه نوسان زیاد میشه به بیشترین مقدار خود. نه که هی زیاد بشه بشه بی نهایتا، به بیشترین مقدار خودش میرسه. حالا بچه ها، من هر وقت این مثال رو زدم تو کلاس بودم، بچه ها خندش میگیده. تو مثلا یکی میخواد تاب سوار بشه، هر 2 ثانیه یه بار میره میاد، تو هر 0.5 ثانیه بهش نیرو وارد کنی، خب این حرکت چی میشه؟ از بین میره. این همین حالت هست. چی گفته؟ گفته در شکل مقابل چند تا آونگ رو داریم میکشیم، آونگ آ رو به ارتعاش در میارم، کدام یک با دامنه بزرگتری به نوسان در میاد؟ دی. چرا؟ چون برای این حالت تشدید اتفاق میفته، چون طول این با طول این برابره، طولشون با هم برابره، دوره هاشون با هم برابره، پس حالت چی داری؟ حالت تشدید داری. خب بچه این قسمت موجمونه که گفتیم که با هم هرش اونجا گفتم یه نگرفه کاملش کنم دیگه، موج و صوت رو با هم رفتیم دیگه، درسته؟ موج و صوت. بچه این قسمت موجم برات بگم که تمامش کنیم. آقا توی قسمت های موج یه طول عرضی داشتیم، یه موج طولی داشتیم، درسته؟ موج های عرضی، موج های طولی که طول موجینش رو گفتم. یکی از موج هایی که زیاد ازش سوال میاد موج طولی صوتیه. بچه یه لحظه نگاه کنی، ما چجوری میگیم امواج الکترومغناطیسی دامنه زیادی دارن؟ رادیویی، فروسرخ، رادیویی، ریزموج، فروسرخ، مری، فرابنفش، ایکس و گاما. شما از 10^8 تا 10^-13، بچه ببین چقدر دامنه زیاده، 10^8 متر تا 10^-13 متر طول موج خیلی بلند، طول موج خیلی ریز. ولی بچه ما خیلی دامنه خیلی ریزش رو میبینیم، از 400 تا 700 نانومتر. اونی که ما میبینیم بچه بهش میگیم نور، مرئی. ما همه امواج الکترومغناطیسی رو نمیبینیم. اون قسمتی از امواج الکترومغناطیسی که عصب بینایی منو تحریک میکنه ما بهش میگیم نور. حالا بچه یه ذره تو یک محیط ارتعاش میکنه، الان تو این اتاق مثلا حرکت، پشه حرکت میکنه، مگس حرکت میکنه، بعضیشون صداشون میبینی میشنوی، بعضی صداشون رو نمیشنوی. من دستم رو عقب جلو میکنم، صدای نمیشنوم. چرا؟ بچه اون یه موج ایجاد کرده ها،
اینو وقتی عقب میارم جلو هوای متراکم میشه میبرم عقب باز میشه، ذرات هوا رو به ارتعاش در میاره. ولی من چرا نمیشنوم؟ آقا چون عصب شنوای منو تحریک نمیکنه. ما اون موج مکانیکی که عصب شنوای منو تحریک کنه بهش میگیم صوت. اون موج الکترومغناطیسی که عصب بینایی منو تحریک کنه بهش میگیم نور مرئی. اوکی شد؟ اون موج مکانیکی که عصب شنوایی منو تحریک کنه و اون من اونو بشنوم بهش میگن صوت. فهمیدی چی شد؟ صوت در اثر ارتعاش سریع اجسام در یک محیط به وجود میاد. که بچه من برای اینکه اونو بشنوم از 20 تا 20000 هرتز رو میشنوم. یعنی حداقل بسامد دست من باید بچه 20 هرتز باشه، یعنی در هر ثانیه 20 نوسان انجام بده، 40 بال بره بیاد. من که نمیتونم. پس شما صداشو نمیشنوی. حداقل بسامدی که میتونی بشنوی 20 هرتزه. تا 20000 هرتز در هر ثانیه 20000 بار باید حرکت کنه. اون بسامد دیگه خیلی زیره. بسامد زیاد زیر. بسامد صدای من بچه ها، این صدای معمولی ممکنه از بین مثلا 2000 تا 3000 هرتز تا 5000 هرتزه. خب که بیشترین حساسیت و گوش ما داره. خب بچه ما یه شدت صوت داریم، اینم بذار بگیم و شدت صوت. آقا شدت صوت ما چی بود؟ شدت صوت شد مقدار انرژی که در واحد زمان از واحد سر چکار میکنه؟ عبور میکنه. انرژی در واحد زمان برابر با توانه، میشه توان به روی آ. توان واحدش وات، اینم متر مربع. بچه میشه وات بر متر مربع. این میشه شدت صوت ما. آقا شدت صوت مقدار انرژی است که در واحد زمان از واحد سطح عبور میکنه. من وقتی اینجا صحبت میکنم صدای من به صورت امواج کروی پخش میشه. این منم. اول رو این کره پخش میشه، بعد رو این کره پخش میشه. مساحت کره بچه ها با چی برابره؟ پی به روی 4 پی آر 2. این آر 1، این آر 2. یکی از شماها اینجا نشستی، یکی از شماها اینجا نشستی. شعاع کره همون میشه فاصله. پس بچه ها حواست باشه شدت صوت با آر 2 رابطه عکس داره. این اگر فاصله تو از من 2 برابر بشه، شدت صوتی که دریافت میکنه 1/4 میشه. حالا بچه ما یه شدت صوت داریم. این شدت صوتی که بچه ما میتونیم بشنویم از چند تا چنده؟ 10^-12 وات بر متر مربع. تا کجا؟ 1 وات بر متر مربع. اینو معمولا بر حسب میکرووات هم میگن، 10^-6 میکرووات بر متر مربع یا 10^-6 میکروات بر متر مربع. بچه این آستانه شنوایت، این آستانه دردناکیته. شما صدای ضبط رو کم میکنی کم میکنی کم میکنی، از یه جای دیگه نمیشنوی. اینه آستانه شنوایت. صدا رو زیاد میکنی، باندا دیگه خیلی خفنن، خیلی زیادن، زیاد میکنه دیگه بوم بوم بوم، دیگه گوش درد میگیره، دیگه نمیتونی تحمل کنی، اصلا ممکنه به تارای صوتیت و پرده گوشت آسیب برسه. اون میشه آستانه دردناکی. ما از اینجا تا اینجا رو میشنویم. اوکی شد بچه؟ این فاصله خیلی زیاده، 10^-12 تا 1. شما که ضبط رو نمیتونی اینجوری درجه بندی کنی. واسه همین اومده چیکار کرده؟ چون یه تاب نماییه، اومده بچه لوگاریتم بیان میکنه. میشه 10 تا لوگاریتم آی به روی آی صفر. آی صفر چیه؟ همینه. میاد شدت صوت تو نسبت به صوت مبنا، آقا آستانه شنوایی میسنجه، لوگاریتم ازش میگیره. اینو بهش میگن تراز شدت صوت. پس بچه یادت نره، یه شدت صوت داری میشه مقدار انرژی که در واحد زمان از واحد سطح عبور میکنه، یه تراز شدت صوت داری که میشه 10 لوگاریتم آی به روی آی صفر. اوکی شد؟ طبق این رابطه که واسط نوشتم بچه، شدت صوت با انرژی رابطه مستقیم داره، شدت صوت با مساحت رابطه عکس داره و شدت صوت با مجذور فاصله هم رابطه عکس دارد. خب از اون سوالات پرتکرار شماست، از اون سوالات پرتکرار شماست، چه توی کنکور چه توی امتحان نهایی.
بچه ها من نگاه کنین، تراز شدت صوت رو میخوام بنویسم، 10 تا لوگاریتم آی به روی چیه؟ آی صفر. تراز شدت صوت من 80ه، 80 مساوی با 10 تا لوگاریتمه. چی رو از من خواسته؟ شدت صوت رو میخوام پیدا کنم. آی صفر هم که من داده 10^-12. اینو بچه طرفین رو به 10 تقسیم میکنم، پس لوگاریتم آی به روی 10^12 من برابر با 8ه. لوگاریتم چه عددی 8ه؟ لوگاریتم 10^8. طرفین لوگاریتم پر، پس بچه آی به روی 10^-12 با 10^8 برابره، پس آی من میشه 10^-4 وات بر متر مربع. وات گذاشتم، اینم وات به دست اومد. تراز شپچه، پس حواست باشه شدت صوت رو با تراز شدت صوت قاطی نکنی. شدت صوت آی ای به روی تی آی، انرژی که در واحد زمان از واحد سطح عبور میکنه. تراز شدت صوت بتاس که میشه 10 تا لوگاریتم آی به روی آی صفر. آقا در شکل مقابل یه موج سینوسی واسه مشخص کرده، موج سینوسیه. آقا اینجا جا به جای ایگرگ معمولا توی کتاب اینو چی میگیره؟ ایکس میگیره. روی ایکس چی رو حساب میکنی؟ لاندا. در جهت محور ایکس حرکت میکنه. با توجه به شکل تعیین کنید هر یک از جا به جای به طرف بالاست یا پایین. بچه من نگاه کنید، جهت انتشار یه شکل واسه کشیدم، گفتم برآمدگی میاد این میره بالا، فرو رفتگی میاد میاد پایین. بچه ها تو شکل موج، تو شکل موج شما چی داری؟ ایگرگ به روی ایکس داری، ایگرگ ایکس. خب چه اتفاق میفته؟ ما برای اینکه وضعیت ارتعاشی ذرات و وضعیت ارتعاشی ذرات رو در نظر بگیریم، خلاف جهت انتشار رو نگاه میکنی. نگاه کن آقا، موج به سمت راست میره. اینو دقت کن، خیلی مهمه، 100% سوال داری. پس اگر یه موج به داده باشه، خواسته بینی موج ذرات من میرم بالا یا میام پایین، خلاف جهت انتشار رو نگاه کن. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن ببین به این ذره داره برآمدگی نزدیک میشه یا فرو رفتگی نزدیک میشه. اگر برآمدگی نزدیک میشه میکشه بالا، فرو رفتگی نزدیک بشه میکشه پایین. من رو نگاه کن، اینجا رو موج داره به سمت راست میره، این وی منه. سمت چپ آ رو نگاه میکنم، سمت چپ آ یه دره وجود داره، پس آ در حال پایین رفتنه، پس نقطه آ در حال پایین اومدنه. بی رو نگاه میکنی، آقا بی که مشخصه ته ته اومده به ته، باید برگرده بالا، اینجا دیگه چپ و راستم بره فرق نمیکنه، پس بی در حال بالا رفتنه. نقطه سی من، موج داره میره سمت راست، سمت چپش رو نگاه کن، داره میاد پایین. نقطه دی رو نگاه کن، بازم ته ته میره بالا. پس برای شکل موج همیشه خلاف جهت انتشارات رو نگاه میکنی. موج هر طرفی رفت خلاف جهت، تا بفهمی که تشخیص بدی به اون نقطه تو چی داره نزدیک میشه. اگر برآمدگی نزدیک بشه در حال بالا رفتنه، فرو رفتگی نزدیک بشه در حال پایین اومدنه. بچه ها ببینید تو 1400 هم برای تجربی سوال داده هم برای ریاضی. وقتی بهت میگم میتونه 100% سوال باشه، به خاطر اینه تو دو سری دیگه مثل من سوال امتحانی حل کنی که بعدا تو لایو اینا براتون حل خواهیم کرد، خود اصلا میدونه چه سوال میاد یا نمیاد. خب بچه ها تراز شدت صوت 40 دسیبله، شدت صوت چند واته؟ بچه این همون بتا مساوی با 10 تا لوگاریتم آی به روی آی صفر، 40 مساوی با 10 تا لوگاریتم آی در آی صفر. طرف اینو به 10 میزنم، پس لوگاریتم آی به روی آی صفر من برابر با 4ه. لوگاریتم چه عددی 4ه؟ لوگاریتم 10^4، این با این پر، پس آی من برابر با 10^4 آی صفر. آی صفر من 10^-12 میشه 10^-8 وات بر متر مربع. اوکی شد، این هم که راجعش صحبت کردیم. یه موج سینوسی دارم بچه، این بازم اینه همون موج داره به سمت
راست میره. سه جزء از ریسمان آوابه در این لحظه هر کدام جزء به سمت پایین میره. موج به سمت راست میره، چپش رو نگاه کن. این داره میره بالا. چرا؟ چون چپش قله داره. به میره بالا. چرا؟ چون چپش قله داره. سی میاد پایین چون چپش دره داره. چرا چپش رو دیده؟ چون موج داره به سمت راست میره. اگر موج به سمت چپ میرفت راستش رو میدیده. این میشه سی. کاهش نیروی کشسانی، کششه، چه اثری بر تندی داره؟ خب وی مساوی با رادیکال اف ال ام او. گفتیم وی با رادیکال اف رابطه مستقیم، اینو کم کنی خب اینم کم میشه، باعث کاهشش میشه. اگر شما اف و یک چهارم کنی وی یک دوم میشه. اگر اف و یک دوم کنی اینو باید تناسبات تو ذهن، رادیکال دو دوم میشه. یک شونزدهم کنم یک چهارم میشه، یک نهم کنم یک سوم میشه، چون راجع به کاهش داره صحبت میکنه. اینم از کاهشش. خب و بمونه شکست و بازتاب و اینا که بمونه برای جلسه بعدیمون. خیلی صحبت میکنم، چقدر شدیتون؟ نزدیک دو ساعت شد صحبت کردیم. آره بچه دیگه خسته نباشی، منم یک کله رفتم واقعا دیگه خسته شدم. شکست بمونه برای جلسه. دو ساعت یک کله صحبت کنی خیلی سخته. آقای جوادی هم که کات نمیده میگه آقا فقره یه تیکه صحبت کن. بچه ها خسته نباشی، خواهشان این پس این فیلم خوب نگاه کن. این مطلبی که واسط گفتم واسه امتحان نهاییت کافیه، چون هدف از این فصل بچه ها این فصل نه، از این طرح 20 یه خلاصه ای از درس نکات مهم بهت گفتنه. وگرنه بچه این فصل 3 خیلی کار داره. ما حداقل فکر کنم تو طرح توربومون از یه 20 ساعت 25 ساعت فقط راجع به این فصل نوسان و موج و الکترومغناطیس و همه اینا صحبت کردیم. من سعی کردم که در حداقل زمان اونایی که واسط خیلی خیلی مهمه و میتونه واسط خیلی مهم باشه و تو امتحان نهایی کمک کنه رو بهت گفته باشم. بچه عزیز خسته نباشین، مواظب خودتون باشین. تا درود دیگر، بدرود. ساخت